طبیعت رو صدا کنی، تو آسمون هم دلی دلامون رو رها کنی. برای دستیابی به توسعه پایدار و حفظ منابع آب و خاک در بخش کشاورزی و در نتیجه افزایش تولید، یک راهکار مناسب در جهت حفظ و اصلاح منابع کشاورزی این است که تا حد امکان روش‌های سنتی کشت را اصلاح کرده و با تغییراتی در مراحل مختلف از مرحله کاشت تا داشت و برداشت به کشاورزی حفاظتی دستیابی. کشاورزی مملکت ما مثل بسیاری از کشورهای دیگه با مشکلات زیادی مواجه هست که بسیاری از کشاورزان با پوست و استخوانشون اونو درک میکنن. از جمله کاهش یا کمبود بهره‌وری از منابع، کاهش کارایی نهادها، کاهش کارایی مصرف آب و این قبیل مشکلات هست که کشاورزی مملکت ما رو دستخوش مشکلات زیادی کرده. به همین خاطر در بسیاری از نقاط دنیا از جمله ایران برای دسترسی به افزایش کارایی مصرف آب، کارایی مصرف نهادها، افزایش تولید، پایداری تولید و اقتصادی تر کردن تولیدات کشاورزی بحثی به عنوان کشاورزی حفاظتی مطرح شده. الان در سطح دنیا به بیش از 150 میلیون هکتار رسیده و در حال افزایش هست و در کشور ما هم در طی یک برنامه 5 ساله قرار هست که به 3 میلیون هکتار افزایش پیدا بکنه در بحث زراعت آبی و زراعت دیم. یکی از اولویت‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی کشاورزی حفاظتی است که از اولویت های اقتصاد مقاومتی هم هست. در سال جاری در شهرستان نیشابور حدود 9000 هکتار سهمیه کشاورزی حفاظتی داریم که به اجرا گذاشتیم. اولین اولویت مون کشتای بیخاکورزی هست. در مزرعه‌ای که الان حضور داریم، مزرعه آقای عسکری، بدون خاکورزی، بدون هیچ گونه ماشینالاتی در مزرعه و با دستگاه نوتیلش کشت صورت میگیره. ما قبلا در این مزرعه سالی 350 هکتار زمین کشت میکردیم. خب قدیم آب زیاد داشتیم، رودخونه بود، آبای چاه زیاد بود، بارندگی ها زیاد بود، ما مشکلی برای آب نداشتیم و کشتمون هم کشتای سنتی بود که به صورت سنتی کشت میکردیم. زمین ها رو شخم میزدیم با گاواهنهای بزرگ، تراکتور، و هزینه آماده سازی زمین برای ما خیلی گرون تموم میشد، استرس زیادی به ما وارد میشد. ما مرتب مشکل آماده سازی زمین داشتیم، یعنی زمانی کشت گندم یا غلاتی که مون شروع میشد در مهر ماه، ما همیشه راننده ها مشکل پیدا میکردن، تراکتور ها مشکل پیدا میکردن و همیشه کشت به تاخیر میافتاد و به سرما برخورد میکرد زمستونا. و تا نزدیک عید ما همیشه مشکلات کشت و خاکاب و همین آب اولیه‌ای که می‌خواستیم به گندم بدیم، ما همیشه مشکلات رو داشتیم. از سال 1388 من اقدام به خرید یک دستگاه کشت نوتیلج کردم. از زمانی که من این دستگاه رو خریدم که وارد مزرعه شد، هزینه های من خیلی 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 زیاد کاهش پیدا کرد. یعنی اینجوری بهتون بگم که اگه 100 شما در نظر بگیریم برای هزینه، هزینه من از 100 اومد به 10. اینقدر تأثیر گذار بود در هزینه بخش، یعنی مزرعه، در اقتصاد مزرعه هم خیلی به من کمک شد. و همچنین در سرعت کار که سرعت کشتم رو خیلی زیاد بالا برد. یعنی ما همیشه تا اواسط بهمن، ماهی هر ساله تا اواسط بهمن ما خاکابون فقط میدادیم،
فقط همون کشت اولیه رو که انجام بدیم، یه خاکابی بدیم که سبز بشه. ولی من سال گذشته 15 آبان چهام خاموش کردم، یعنی 15 آبان کشتم تموم شده بود و مزرعه‌ام سبز شده بود و احتیاج به آب نداشتم و چهام خاموش بود. یعنی اینقدر راندمان کار منو افزایش داد این دستگاه کشت مستقیم. کشاورزی حفاظتی از حدود 10 سال قبل جزو وظایف وزارت جهادکشاورزی و سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی قرار گرفت و در این مدت ما از کشاورزان شاخص و پیشرو شهرستان کار رو شروع کردیم. شروع کار یک مقداری، قبول کار یک مقداری از طرف کشاورزا شاید مشکل بود، ولی به مرور تعداد زیادی از اونها کار رو قبول کردن و با خرید دستگاه کشت مستقیم و بیشتر روش های کشت آبیاری تحت فشار کار رو شروع کردن. تعداد زیادی جلسات ترویجی با کشاورزان شهرستان برگزار شد. عملا بازدید آموزشی از اون مزارع کشت مستقیم کشاورزی حفاظتی برگزار شد و کشاورزان روش کشت رو آموزش دیدن. یکی از مهمترین اصول کشاورزی حفاظتی کم خاک ورزی است. کم خاک ورزی طبق تعریف به سیستم های زراعی گفته می شود که در آن تعداد عملیات ماشینی در خاک نسبت به کشاورزی سنتی کاهش یافته باشد. همچنین خاکورزی ثانویه حذف شده یا کاهش یافته و برای کاشت از یک بذرکار استفاده می شود. در واقع کشت بذر با استفاده از ماشین های بذرکار مستقیم یکی از ضروری ترین راهکارها برای ایجاد کم خاکورزی است. این دستگاه یه دستگاه کشت مستقیم هست که قابلیت اینو داره که در اراضی که در زمین هایی که هیچ عملیات آماده سازی و بستر برای آماده سازی بستر برای کشت انجام نشده بتونه کشت کنه. این دستگاه دارای تیغه های برشی هست در جلو که میتونه با بقایای زیاد حتی در روی زمین از 10% تا 100% بقایا بتونه این تیغه های برش در واقع کشت رو به نحو مناسب انجام بده. دو مخزن داره، مخزن جلو برای کود و مخزن عقب برای بذر هست که کود ابتدا در زیر بذر در چند سانتیمتر زیر بذر قرار میگیره و بذر در روی اون، به خاطری که مشکلی از جهت اختلافات موارد شیمیایی پیش نیاد. این دستگاه مزایای بسیار زیادی داره نسبت به کشت‌های معمولی، با توجه به اینکه میتونه هزینه‌ها رو کم کنه به خاطر عملیات زیادی که در آماده سازی بستر انجام میشه، دیگه در این نیاز نیست انجام بشه. صرفه‌جویی در زمان هست برای کشاورز که این از اهمیت زیادی به خصوص در مناطقی که بارش‌ها و یا سرماهای پاییزی زودرس دارن میتونه خیلی مفید باشه و میتونه باعث جلوگیری از فشردگی خاک بشه و مواد آلی و خیلی مزایای دیگه‌ای که میتونه برای کشاورز داشته باشه. تیغه های برش در جلو بقایا و کاهگلش رو یه برشی میدن، بعد کارنده ها ابتدا کود و بعد بذر رو قرار میدن در زمین و بعد دیسک های پوشاننده هست که باعث فشردگی خاک و در واقع بذر رو آماده میکنن برای مراحل بعدی و جوانبدن. اصولی مترتب هست بر کشاورزی حفاظتی که شامل اصول سه‌گانه هست: کاهش عملیات خاکورزی یا ترجیحاً بی خاکورزی اولین اصل مهم کشاورزی حفاظتی هست که در حقیقت در حال حاضر در این مزرعه اینو مشاهده می‌کنیم که کشاورزان از این روش استفاده می‌کنند و بذرکاری در اختیار قرار گرفته به نام بذرکار کشت مستقیم که میتونه بدون اینکه کشاورز عملیات خاکورزی مرسوم رو انجام میده و شخم رو با گاوآهن برگرداندن انجام میده، بعد با چندین بار دیسک بزنه که کلوخهاش خرد بشه، نمیدونم از کلوخ شکن استفاده بکنه، چند بار دیسک بزنه و بعد زمین رو تسطیح بکنه و بعد از بذرکار استفاده بکنه برای کشت محصول خودش از جمله گندم، یونجه و سایر محصولات، در این سیستم، در سیستم بی خاک ورزی بدون اینکه خاک دستکاری بشه، این بذرکار این قابلیت رو داره که
بذر و کود رو همزمان در بستر خودش قرار بده. این بسیار مزیت مهمی هست که همزمان کار کودکاری در زیر بذر و با فاصله اون هم توأم با بذرکاری انجام میشه و عمق کاشت به هم نمیخوره کاملا. بعد از جوانزنی شما سبز بسیار یک نواختی رو در مزرعه میتونید مشاهده بکنید و در حقیقت اولین صرفه اقتصادی که برای کشاورز داره اون کاهش هزینه‌هاش هست که دیگه پرداخت نمی‌کنه برای عملیات خاکوردی از جمله شخم و دیسک و تسطیح و غیره. کم خاکوردی دارای مزایایی است، از جمله جابجایی کم خاک، کاهش تردد ماشین‌های کشاورزی در مزرعه، بهبود کیفیت خاک، مصرف بهینه آب و کود و کاهش زمان و هزینه انجام عملیات خاکورزی. همچنین علاوه بر کم خاکورزی، مدیریت منابع موجود در کشاورزی حفاظتی اهمیت زیادی دارد که شامل چند مورد است: حذف عملیات شخم یا به حد اقل رساندن آن، انتخاب رقم مناسب بذر، تاریخ مناسب کاشت، عمق مناسب کشت بذر، تردد کمتر در سطح مزرعه و استفاده از روش‌های نوین آبیاری. در کشاورزی حفاظتی بحث این است که از منابع استفاده بشه. از آب و خاک مهمترین منابع تولید هستند، منتها به نحو مناسب استفاده بشه. در واقع این منابع طوری استفاده بشه که برای نسل‌های بعد هم اینها استفاده بشه و ماندگار باشه. تولیدی پایدار خواهد بود که تمام اصول بهزرایی درش رعایت بشه، از آماده سازی، کاش، داشت و برداشت. هر کدوم از مراحل به نحو خودش از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. شما کشاورزی رو میبینید که در یک منطقه 10 تن در هکتار گندم برداشت میکنه، در همون منطقه و در همون مزرعه بغل همون مزرعه میبینید که همسایه اون حتی 3 تن برداشت میکنه. این تفاوت عملکرد در یک منطقه ناشی از مدیریت اون هست. ببینید، اصول بهزرایی از قبل از کاشت شروع میشه. در واقع آماده سازی مناسب آماده سازی هست که یه بستر بذر مطلوبی از جهت رویش بذر ایجاد بشه. بستری بذر مناسب هست که در اون کلوخ نباشه، کلوخ‌های بزرگ نباشه. ممکنه بعضی از کشاورزا بگن ما این کلوخ‌ها رو بعد خردش می‌کنیم. ولی ببینید، به هم زدن ساختمان خاک سال‌ها طول می‌کشه تا این دوباره به حالت اولیه برگرده. اصلا ایجاد کلوخ به این دلیل هست که یا شخم در زمان رطوبت مناسب زده میشه یا در زمانی زده میشه که رطوبت بیش از حد نیاز هست یا کمتر از اونه. از نظر عملی وقتی شما یه مقدار خاک در دستتون میگیرید و یک ضربه بهش میزنید، یکم فشرده میکنید و به یک ضربه میزنید، باید باز بشه. از نظر عملی در مزرعه چون دستگاهایی وجود نداره که اندازه بگیرید، این زمان مناسب برای شخم زدن خاک هست. پس بستری مناسبه که نه کلوخ‌های بزرگ درش باشه و نه پودر شده باشه، چون پودر شدن خاک هم باعث مشکلاتی بعد در سبز بذر به وجود میاره، خاک سنه می‌بنده و بقیه مشکلاتش. از دیگر اصول کشاورزی حفاظتی مدیریت تغذیه گیاه، استفاده از کودهای مناسب و روش‌های بهینه کوددهی است. توی بحث کشاورزی مدیریت بهینه مصرف کود و تغذیه گیاهی میتونه 35% تا 55% افزایش عملکرد هکتاری هر محصولی رو تحت شعاع خودش قرار بده. این آماریه که سازمان خاربار جهانی روی 40,000 نمونه آزمایشی که در سطح کشورهای مختلف انجام داده به این نتیجه رسیده. بنابراین کود انقدر مهم هست که ارزش یا اثرش کمتر از آب نیست، ولی کمتر بهش توجه میشه. یکی از راحت ترین، ساده ترین و باصرفه ترین شیوه مصرف کود اینه که ما بیایم بذور مصرفی، حالا گندم، جو، کلزای، هر محصول دیگه هست، این بذور رو غنی سازی کنیم که کود هر جا بذر هر جا میفته همراهش کود باشه. باید همواره در نظر داشت که مصرف کود
باید متناسب با آزمون خاک و نیاز گیاه در مراحل رشدی مختلف باشد. با توجه به آزمون خاک، برای این مزرعه یک دستور کودی برای بذر گندم توصیه شده است. در این دستورالعمل کودی به ازای 50 کیلوگرم بذر گندم، نیم کیلوگرم اسید هیومیک، 100 سی سی کلات روی و 100 سی سی ازوتوباکتر در نیم لیتر آب اضافه و حل می شود. سپس بذرها به آرامی و به طور کامل به محلول کودی آغشته می شوند. بهترین کار اینه که ما قبل از اساسا هر نوع مصرف کودی خاک رو آزمایش کنیم، ببینیم وضعیت خاک چطور هست، بر اساس نیاز واقعی مصرف کنیم و هر میزان که آزمایش خاک تعیین کرد، ممکنه یه جا 250 کیلو کود اوره بگه مصرف کنید، یه جا 300، یه جا 400. ما الان مقدار رو نمیگیم، درصدی میگیم. 40% کودی که توصیه شده بهتره در مرحله پنجدهی مصرف بشه. این موضوع که تو منابع یا رفرنس های قبلی دهه قبل یا دهه 60 دهه 70 بوده که 3 نوبت در سال 1/3 بشه، این الان رد شده. با پژوهش ها تحقیقاتی که انجام شده نشون میده که باید دائم در حال تغییریم و شیوه جدید و علمی تری به کار ببریم. بنابراین 40% کود در زمان پنجدهی، 30% در زمان ساق رفتن و مابقی کود خدمت شما عرض کنم 20 یا 30% دیگه در زمان سنبل رفتن، شروع سنبل دهی مطرح بشه. این مناسب ترین شیوه است. یعنی ما هر چقدر میریم به سمت رشد و اواخر رشد، میزان کود اوره رو باید کاهش بدیم، برای اینکه بیشتر این شاخ و برگ اضافه میکنه تا دانه رو. بنابراین یکسان نباید مصرف بشه. در کشاورزی حفاظتی از 3 روش برای کودپاشی استفاده می شود. کوددهی توسط دستگاه توأم بذرکار و کودکار همزمان با کشت بذر، بذرمال کردن کود و تهیه محلول کودی همراه با آب آبیاری. مورد دیگه مصرف کودهای پایه یا قبل از کشت، که ما بیشتر کود فسفاته که کشاورزا به کود سیاه میشناسن و کود پتاسه و کود اوره. کود فسفاته و پتاسه به دلیل تحرک کمی که داره، خب کشاورزا در شرایط معمول با دست بعضیا میپاشن، بعضیا با دستگاه سانتریفیوژ که پشت تراکتور هست میپاشن، ولی در کشاورزی حفاظتی این دو شیوه اگرم استفاده بشه راندمان بسیار پایینی داره، چون کود بالاتر از بذر قرار میگیره و تحرکش و آب این کودهای دیگه نیست که شسته بشه بره پایین. اصولش اینه که کود باید زیر بذر 3 سانت تا 4 سانت زیر بذر قرار بگیره. بنابراین در شرایط کشاورزی حفاظتی، کم خاک ورزی یا بی خاک ورزی، باید کودهای پایه این فسفات و پتاس با دستگاه بذرکار و کودکار، یعنی دستگاهی که مجهز باشه فقط بذرکار نباشه، یه مخزن کودکار هم داشته باشه، یه کود اونجا قرار بگیره و کود دقیقا در این شرایط در کنار بذر و زیر بذر قرار میگیره، جایی که باید قرار گرفته باشه. و این بهترین شیوه مصرف کود در کشاورزی حفاظتی هست. در صورتی که با مدیریت صحیح در اجرای کشاورزی حفاظتی موفق باشیم، پس از چند سال به نتایج خوبی دست میابیم. از جمله جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش مواد عالی خاک، حفظ بقایای گیاهی، نگهداری رطوبت خاک، کاهش هزینه‌ها در مراحل مختلف، کاهش مصرف سوخت، از بین بردن حد اکثری علف‌های هرز و احیاء اراضی کم بازده. این زمینی که شما الان دارین می‌بینین، این امسال همین الان کشت مستقیم روش انجام شده. بعض ما توسط دستگاه کشت مستقیم بعض زیر خاکش کردیم به عمق 2 سانتی متر و این بقایایی هم که شما میبینین، اینا بقایای گندمای همین امساله که در تیر ماه گندم جمع آوری شده و تو زمین نگر داشتیم، ما جمع نکردیم و از این بقایا برای گندم سال آینده داریم استفاده میکنیم که این بقایا
بیشترین کاری که برای ما انجام میده، یکی رطوبت رو تو خاکمون نگه میداره، دوم یکی که سرمای زمستون به محصولمون صدمه نمیزنه، و سوم یکی که از این آبیاری تحت فشار بارانی که ما داریم استفاده میکنیم، روان آب جلوی روان آب رو میگیره. هر چی آب از این دستگاه میریزه سر جای خودش نفوذ میکنه به داخل آب زمین و روان آبی وجود نداره و کشت خیلی عالی و سبز خیلی خیلی بسیار سبز یک دست و خوبی. اگه 20 روز دیگه شما تشریف بیارین در این منطقه، در همین نقطه که من وایسادم، 20 روز دیگه که تشریف بیارین، این به جای زرد بودن این زمین سبز سبز شما میتونید مشاهده کنید. امید است کشاورزان محترم با استفاده از توصیه‌های متخصصان کشاورزی و با بهره‌مندی از تجربیات مفید و سودمندی که سایر کشاورزان در بکارگیری کشاورزی حفاظتی داشتند، به تولید و عملکرد بالاتری دست یافته و گامی مؤثر در مسیر توسعه کشاورزی و دستیابی به محیط زیست پایدار بردارند.